نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز پنجشنبه 28 ذی‌قعده سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با اعمالی که باعث می‌شود خدای متعال انسان‌ها را دوست بدارد فرمودند: گاه ممکن است که خدای متعال بنده ای را به خاطر عمل نیکی که انجام داده دوست بدارد و نسبت به همان بنده به خاطر عمل بدی که انجام داده کراهت داشته باشد، لذا منافات ندارد که دوستی خدای متعال به خاطر عمل نیک و کراهت خدای عزوجل نسبت به عمل دیگری که بد است در مورد یکی از بندگان اتفاق بیفتد. معظم الله در ادامه فرمودند: مثلا بنده ای نماز خود را به شایستگی و کامل انجام می دهد، اما روزه را به صورت کامل انجام نمی دهد، لذا خدای متعال آن بنده را به خاطر عمل خوب وی یعنی نماز کامل او دوست می دارد، اما از آن عمل ناقص و ناشایست او که روزه را به درستی انجام نداده کراهت دارد. ایشان در پاسخ به این سوال که آیا اعمال نیک غیر مسلمانان زمینه‌ای برای نجات آنان فراهم خواهد نمود فرمودند: اگر غیر مسلمانان تا آخر عمر در غیر مسلمان بودن خود قاصر بودند استحقاق عقوبت ندارند، اما در برخی از روایات آمده که در بعضی از جزئیات که در دنیا مورد امتحان قرار نگرفتند در روز قیامت امتحان می شوند و البته در برخی از موارد هم ممکن است خدای متعال چنین افرادی را عفو نماید. از آنجا که شکی نیست که خدای متعال در این حالی که حکیم است رؤوف و رحیم نیز می باشد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله بله بله، علی کل اگر مسلمان نبودن، مثل اینکه کسی که یهودی بوده حضرت عیسی که اومد و حضرت عیسی قبول نکرد، این اگه قاصر بوده معذوره. حالا که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله تشریف آوردن از به بعد، این اگه پیغمبر اسلام قبول نکرد، این قاصر اگه بود در تمام عمرش وقت معذوره، وقت یا خدا می عفو میکنه یا خدا تو آخرت امتحان میکنه. حالا علی کل به نتیجه بحث موضوعیه، اگه قاصر بود در تمام عمر قاصر معذور خلاف عدل استحق عقوبت قاصر، مستحق عقوبت نیست. اما اگر قاصر مقصر بود ولو در مقدمات مقصر بود، چون نتیجه تابع اخص مقدماته، نه مقصر مثل عالم استحقاق عقوبت داره، نه قبح عقاب بلا بیان، نه قبح عقاب داره براش عقلا، قبح نداره عقاب، شرعنم ادله ترخیصیه نمیگیرتش. بعلا کلون تابع موضوع، گاهی ممکنه راستی قاصر باشه، یعنی به ذهنش نیمده یا اونقدری که فحص کرده پیدا نکرده. بله حالاها قاصر کمتره، اما اینکه قاصر نیست چرا؟ چرا هست قاصر؟ پیرمرد بالای 60 سال بعد از که معتقد به امامت نبود اومد فحص کرد، قائل به امامت شد، امامت ائمه 12 علیه السلام. خب این معلوم میشه در این 60 ساله یا بیش از 60 ساله قاصر بوده و یعنی بهش نرسیده بوده.